من بردی افشین اینجاست در استودیو همراه ما و اینکه بیشتر بپردازیم اول در مورد سوابق سیاسی و, سی و, سی و, سی و فعالیت های نعیم قاسم مزبه نعیم قاسم جزید. از ابتدای دهه نوود میلادی نفر دوم حزب الله مطرح می شده او معاونت دو تا دبیر کل رو داشته هم عباس مصوی در اون سی روزی که معاون دبیر کل حزب الله بود و بعدا هم سید حسن نصرالله و جالب اینجاست که مثلا پس از جنگ های سی روزه در سال 2006 او بیشتر از سید حسن نصرالله در انظار همگانی دیده می و همواره او رو این یک روحانی محافظ کاره که خب فعالیتاش رو از دهه بیس سالگیش با حزب عمل شروع کرده بود از گذاران حزب الله محسوب میشه اما بیشتر چهره عقیدتی سیاسی شناخته میشد به علاوه اونها فعالیت های حزب الله رو در ساختار قدرت لبنان رصد میکرد و زیر نظر داشت در فعالیت های پارلمانی فعالیت های حزب الله در قوه مجریه و نهایتا کسی بعد از کشته شدن سید حسن نصر الله او رو به عنوان جانشین اصلی او نمیدونست اما میدونیم با کشته شدن افراد نزدیک به سید حسن نصرالله در این خلای قدرت بر حال او رو معرفی کردند مدت ها بعد از کشه شدن نصرالله زنی های زیادی درباره جانشین بعدی او مطرح میشه آیا پیش بینی شده در مورد سمت و سوی آینده حزب الله بعد از روی کار آمدن نعیم قاسم نعیم قاسم هشت مهر ماه بود که بعد از کشته شدن سید حسن نصر الله اولین واکنش حزب الله رو نشون داد و گفت به زودی ما تصمیم میگیریم که این جانشین رو معرفی کنیم او در جملاتی که به زبان آورد به این اشاره داشت که حزب الله هم نظره و هم عقیده است که جانشین چه کسی خواهد بود و ما میدونیم که خیلی اون زمان هاشم صفی الدین رو مطرح میکردن ولی با حزب او کشته شدن او او انتخاب شد یک یادآوری در مورد شخصیت این مرد بکن کسی که کسی راجع به سابقه نظامیگری او نمیدونه اما سابقه عقیدتی سیاسی او یک سابقه روشنیه او در دوران دانشجوی اول شیمی خونده بوده از همون زمان فعالیت های در واقع سنفی خودش رو با اتحادیه دانشیان مسلمان در لبنان آغاز کرده و بعدا درس روحانیت میخونه و خیلی ها او رو یک روحانی تند رو محافظه کار میدونن صاحب کتاب های زیادی دوازده تا کتاب منتشر کرده به زبان فرانسوی صحبت میکنه اما مثلا در یکی از کتاب های او که در سال 2006 معرفیش منتشر شده که عنوانش این حزب الله داستان درونی او اشاره کرده به اینکه مثلا حزب الله بهش برای میلیون دلار پول پیشنهاد داده شده بود برای رونق جنوب لبنان اون رو نپذیرفت به نفع مقاومت و ادامه دادن مقاومت بنابراین اون فردیستون رو اما یک چیز نکته مهم, مهم اینجا وجود داره اینکه او به نظر میاد نزدیک به ایران سفرش به ایران این حکایت رو داره و خیلی ها فکر میکنن با وجود این خلق داد با وجودی که او رو به عنوان دبیر کل معرفی کردن، ممکن تصمیم گیری ها. به تهران تفویض بشه و تصمیم گیرا مستقیم در تهران گرفته باشه برای حزب الله و این میتونه نمادی از اون باشه این انتخاب او گویا از و افرادی بوده که در همون هسته اولیه تاسیس حزب الله هم حضور داشته این یعنی جزء افراد ابتدایی از زمان تشکیل این گروه بوده درسته او از بنیان گذاران بوده همواره چهره ای فعال در حزب الله بوده و مدارج ترقی رو به سرعت پیموده و همونجوری که گفتم از ابتدای دهه نوت او یک نفر دوم حزب الله محسوب می شده. یک روحانی هفتاد و یک ساله است که نفوذپذیری پذیری زیادی داره بسیار شناخته شده است و طی دو دهه گذشته او بوده که در انظار عمومی به عنوان نماینده از حزب الله حضور داشته ممکن سابقه یه نظامی چندانی نداشته باشه از نظر عقیدتی و از نظر سیاسی او فردی تأثیر گذار در بدنه حزب الله و در بین حامیانش متشکرم همکارم بردی افشین اینجا در استودیو